طنز شناخته شده ترین شیوه ادبی ایرانیان ماهیتی ظلم ستیز داشته و بهره گیری مشروط خواهان از آن برای مقابله با استبداد سبب شد تا طنز این دوران در اوج شکوفایی خود قرار گیرد. هجو حاکمان از طریق ترانه‌های عامیانه، اشعار نشریات و نمایش‌های روحوزی با مخاطبان عام رواج داشت و زبان نوشتاری قالب کلاسیک را رها کرده به زبان گفتاری مردم کوچه و بازار نزدیک شد. دیدی آفتاب لب بوره، منم پریدم. انشالله. اینجا رو باز دیدم، خدا نکنه. خانواده نشو بده، من با هم بگم. گسترش روزنامه‌ها و شبنامه‌ها و هنرهای مردمی همچون نمایش‌های خیابانی و روحوزی و تشکیلات نوپای سیاسی شهرنشینان که بر پایه انجمن‌های روزنامه‌خوانی شکل گرفته بود، زمینه را برای پدیداری گونه تازه‌ای از طنز معروف به طنز تلگرافی فراهم آورد. به شواهد تاریخی، تلگراف برای آزادی‌خواهان مشروطه همان نقشی را داشت که امروزه پیامک تلفن‌های همراه یا صفحه توییتر بر عهده دارند. طنز تلگرافی بنا به ضرورت این ابزار مخابراتی ساده و کوتاه بود، اما ویژگی‌های دیگر این گونه طنز ناشی از اوضاع زمانه بود. انتقاد بی‌پرده از مصایب حکومتی و آشنایی زدایی در متن و طرد استعاره‌ها و تمثیلات روزگار کهن. تلگراف‌خانه‌ها که مقر بحث‌نشینی و مشورت مشروط‌خواهان بود، زادگاه طنز تلگرافی و علی اکبرخان دهخدا از همکاران اصلی مجله سور اسرافیل مبدع آن شناخته می‌شود. علی اکبر دهخدا در یکی از طنزهای خود درباره رای دهندگان می‌نویسد: چشم‌هاشان را باز کردند، اما در چه؟ در عظم بطن، کلفتی گردن، بزرگی عمامه، بلندی ریش و زیادی کالاسکی وکلا. دهخدا گرچه معروفترین طنز پرداز مشروطیت است، اما طنز پرداز پیشا مشروطیت شیخ محمد حسین زیدآبادی متخلص به نبی و سارقین یا پیامبر دزدان بود که همراه با همسرش معروف به ام سارقین به نقد حاکمان زمان پرداخت. جلیل محمد قلی‌زاده مدیر نشریه ملا نصرالدین نخستین بار کارتون یا کاریکاتور را وارد جهان روزنامه‌نگاری ایران کرد. گرچه زبان این روزنامه آذری بود و برای نخستین بار این روزنامه در تفلیس منتشر می شد. سید علی اشرف گیلانی معروف به نسیم شمال و صاحب نشریه‌ای به همین نام از دیگر چهره‌های برجسته طنز دوران مشروطیتند. شیخ احمد تربتی سلطان العلمای خراسانی که به نام روزنامه‌اش روح القدس معروف شده بود، از طنزنویسان شهیر و شجاع دوران مشروطیت است. طنز روزگار همین است که مدیران دو نشریه طنز مشروطیت، یعنی میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل و سلطان العلمای خراسانی روح القدس، پس از به توپ بستن مجلس به دست گزمه‌های استبداد در باغ شاه اعدام شدند. بهمن سقایی، صدای آمریکا.